میتونه جایگزین آریکس باشه؟ آره در واقع کلن که آریکس داره بهتون میگه که چجوری میتونین یه اگزیکیوشنی و پارالل انجام بدین، هم داره در واقع همونو میگه، داره بهتون یاد میده که چجوری کانکارنت میتونین با این از این استفاده کنین انجام بدین. میتونه جایگزین کلا آریکس باشه. خوبیاش اینه که سبک‌تر از آریکسه، یه بخشی هم میشه گفت حتی آسون‌تر از آریکسه، و کلا هم اینکه یه سری فیچر خوب مثل اینکه پلتفرم ایندیپندنت این هست. اپراتورهای آریکس نداره؟ اپراتور آریکس یه حدی داره، ولی مثلا تو آریکس شما مثلا میتونستین ابزرو کنین روی چیزی. خود این کوروسینه که ایسینک اویتی که داشتین اینو نداره، مثلا باید چنل استفاده کنین. چنل اینطوریه که فرض کنین یه چنله، مثلا لیست تیوی شو دارین که هر وقت این ریسیورشو کال کنین بهتون یه سری لیست جدید میده، یکی روش پوش میکنه اون یکی ازش میخونه، مدلش اینطوریه. یه سوال، توی الان توی کاتلاین میموری منیجمنت چطوری شده؟ تو اندروید بعضی وقت اگر هندل نکنی یه میموری لیک میخوری، خب توی اینم اون سیستم قدیمو داره میاره یا نه اومده اسم ساختار شبیه سویفت شده؟ خب اون میموری منیجمنت سویفت رو پی گرفته، ARC استفاده میکنه، اینجوری شده یا نه؟ میموری منیجمنتش با اون خیلی فرق داره، شبیه اون نیست کلا، ولی نکتهش اینه که تو این اسلاید اینجا دیسپچی که داره آره ببینین اینجا داره میاد کلا این ویو مدل رو یه اسکوپی ازش تعریف میکنه، و حالا این اسکوپی که تعریف میکنه به شما اجازه میده داخل این ویو مدل هر جا خواستین لانچ رو کال کنی، در واقع یه جور اکستنشن فانکشن به کل این کلاس اضافه میکنه، و هر جا که شما لانچ کال میکنین رفرنس شو دیگه نیازی نیست نگهداری، چون که اتوماتیک هر جا که شما لانچ بزنین میاد تو اون جاب اونجا ذخیره میشه، و اینجا اگه جاب رو کنسل کنی شروع میکنه هر جابی که تو اونجا کال شده رو میاره کنسلش میکنه، یعنی یه جورایی خیلی راحت تر دیگه، یعنی اگه آریکس استفاده کرده باشه مثلا بعد هر کاری که میکنین و یه دیسپوزبل ازش بگیریم بعدن دیسپوزش کنین و اینا، ولی دیگه نمیخواد، دیگه خودش با همین این یه خط خود هندلش کرده دیگه. بستگی داره چه مدلی کالش کنین. اگه یه در واقع فرض کنین که یه اسکوپی دارین، اگه کنسل کنین آره کل بچه هایی که خودش هم داره شروع میکنه اونا رو هم کنسل کرده. یه چیزی هم خواستم بگم، اصلا نیاز به فانکشنه آریکس رو نداریم، چون مثل کد معمولیه شما میتونی مپ کنیم که دفعه من کارم کلن آریکس جاوا یه سری کلن متد داره که برای اندروید نیست، یعنی برای کاری که سمت سرور میشه باشه انجام داده، که ما تو اندروید صرفا در حد اینکه یه چیزی رو مپ کنیم یا یه ابزرویبل یا مثلا تبدیلش کنیم به یه چیز دیگه نیاز داریم، که همه اونا رو اینم داره، حتی اگه نداشتن باشن با دو سه خط کد میتونیم بنویسیم، مثلا چیزایی مثل مپ و فیلتر و اینا رو این داره، میتونیم ازش استفاده کنیم. رتروفیت فعلا اون اینترفیس رتروفیتی که میسازین یا باید کال برگردونه یا میتونه دیفر برگردونه، اونجا گفتم اگه ایسینک بزنین دیفر برمیگردونه، جیک وارتان یه در واقع یه لایبری زده که میتونه یه آداپتور رتروفیت اضافه کنین که دیفر برگردونه، حالا گویا قراره که یه کاری کنن که رتروفیت ها متد ساسپند داشته باشن و دیگه شما ریترن تایپتون همون انتیتی که میخواین باشه. آره رتروفیت هم آره، یا میتونین دیفرش کنین، دیفر باشه باید روش اوییت کنین، اگه دیفر نباشه هم خودتون میتونین یه چیزی رو کال بنویسین با اون حالا سناریویی که خودتون دوست دارین، مثلا به یه نحوی مثلا کالش کنین. سوال دیگه هم الان داشتین میگفتین که من با اسپرینگ و کاترین کار کردم سمت سرور، یه سری خوبیا داره، اینه که یه سری کلن زبون DSL نوشتنش خیلی کمک میکنه که کدو کم حجمش بکنه، یعنی کلی مثلا با اسپرینگ مثلا مدلش اینطوریه که باید کنترلر بنویسین، سرویس بنویسین، ریپوزیتوری بنویسین، و همه اینا رو میتونیم با یه DSL مثلا با 4-5 خط کد همه این کار رو انجام بدیم. کلا توصیهش میکنیم کار رو برای وبسایت فروشگاه، وبسایت عادی نه وبسایت. بستگی داره، اگه مثلا از اسپرینگ دارین استفاده میکنین آره خیلی بهتر از جاوا، اگه خود اسپرینگ هم ساپورتش میکنه. الان خود گریدل هم در واقع اومده سمت در واقع کلا، اگه کد گریدل رو ببینین کل اون
build.gradle‌هاش تبدیل شده build.gradle.kts، یعنی خود gradle هم رفته کلا رو کاتلین و حتی خود کورش هم داره با یه حدی از کاتلین میزنه، خود در واقع اون build.gradle‌هاش هم داره با کاتلین میزنه. کلا خیلی به نسبت جاوا بهتره، چون که حجم کدی که نیاز داره بزنی کمتره با استفاده از فیچرهایی که زبونش داره. و سمت بکند هم الان یه ترندی داره راه میفته که یا با سویفت کلا بکند رو بزنن یا با کاتلین. کاتلین نیتیو دو روز پیش هم کیتور معرفی شد. کیتور یه در واقع یه جورای وب سرویسیه که خود با کاتلین زدن که وب سرویس میاره بالا، و الان هم خود جت کوین داره رو اونم وقت میذاره که دیگه حتی نیاز نباشه مثلا از اسپرینگ چیزی استفاده کنه، خود کیتور استفاده کنین یا وب سرور بیارین بالا و حالا از لایبریه که خود کاتلین داره استفاده. مثلا برای مثلا کسی مثل ما که حالا کاتلین و اینا برای این کار میکنی، اینو برای بک‌اند وب بیشتر توصیه میکنی تا با پی اچ پی؟ خیلی چیزیه، اگه مثلا پی اچ پی تون قویه و میخوای مثلا خیلی سریع وبسایتی رو بزنیم بیاد بالا، همون چیزی که بلدی منطقی تر. یا مثلا اگه نود بلدی ما هم منطقه. اگه مثلا میخوای یاد بگیرین چه جوری باشه، به نظرم با خود کاترین هم میشه شروع کرد، و چون خود کاترین هم بلدی این سویش کردم. من شنیده بودم مثلا برای بکنده ببینم اگر سنگینه کاترین جاوا کردم، خواستم ببینم که، ولی خب هیچ چیزی نداشتم مطمئن شدم این تاثیر خاصی نداره. خواستم ببینم کسی یادش شما رو برمی‌داره. یه تاکی کسی که خود نود جی اس رو ساخته داره که خودش میاد میگه که مثلا نود جی اس برای بکن خوب نیست. کلا یه چیزی هست که ما کلا دو مدل زبون داریم، یا داینامیکن یا استاتیکن. خب استاتیک به این منظور که شما اگه یه آبجکتی دارین، در واقع یه وریبل دارین، ده خط پایین‌تر می‌دونین که اگه اون وریبل بالا استرینگ، پایینم همون استرینگه. ولی تو داینامیک تایپ شما در واقع یه متغیری دارین که میتونه استرینگ باشه، 5 خط کد بعد مثلا اینتیجر اصلا باشه. و خب این وقتی کد بک اند شلوغ پلوغ میشه، گنده میشه، این خیلی میتونه آسیب بزنه که خیلیا کلا اومدن از زبونای داینامیک تایپ به استاتیک تایپ سوئیچ کردن. خود همون نویسنده نود جی اس هم میاد میگه که مثلا زبونای داینامیک تایپ بیشتر به درد دیتا ساینس و اینجور چیزا میخوره، که اگه میخواین یه محاسباتی رو انجام بدین خیلی سریع کد بزنین، درگیر اینجور چیزای مدلی نشین. ولی برای لاجیک سروری من خودم خیلی با زبان های مثل جی اس و اینا خوشم نمیاد، چون که به مرور زمان یکم به نظرم بدیم، یه سری کلا باگ درست میکنه به خاطر همون جنس زبانشه. یکی از سوالی نداره؟ بعدش یه کارگاه تور داریم به نظرم میتونه براتون کلن سوال ایجاد شه که کلن کوروتین و کاتلین چه شکلیه و اینا. جلسه بعدی کلن احتمالا بریم به سمت اینکه حالا چجوری میتونیم سی آی سی دی را بندازیم یا کارا این شکلی. ما حالا تو اون ریپوی که تو گیت هاب هست یه سری لاجیک پوش میکنم که کلن ببینیم از صرف تا صد اینکه یه صفحه بخوایم بزنیم که کل لایه هاش با کاتلین باشه، کوروتین باشه و لایبری های مدلی، اون ریپوی میتونیم ببینیم. جلسه بعدی احتمالا شاید یه سری چیکای یو آی رو بخوایم صحبت کنیم، یا مثلا یه چیزایی راجع به گریدل و حتی گریدل با کاتلین و چیزای این شکلی. نه منظورم این جلسه است. این جلسه مثلا کاریه میخوایم بکنیم یا نه؟ دیگه اینش تموم شد اگه دیگه. بچه هنوز کیوان نرسیده، از ایرایی رو نیورد. بذار سوال بپرسیم تا کیوان برسیم. بهتر نبود اون گتی که اونجا نوشته شده رو توی متد دیگه نوشته میشد که اون از حالت رید اونلی به همون ایمیوتبل خودش تبدیل میشد؟ اینو در واقع چیز کنیم. نکتهش اینه که این که بخوایم کانتکست رو اگه بخوایم اینو ور اولا اینو نمیتونیم چیز کنیم چون خودش بله. خب یعنی تو اون کورتینسکوپ اینو ول تعریف کرد. اگه فرض کنیم میذاش ور تعریفش کنیم که بتونیم عوضش کنیم، اتفاق بعدی میتونست بیفته که یکی بیاد این کوروتین کانتکست رو عوضش کنه. کلا کوروتین کانتکست یعنی اینکه رو چه تردی انگار داره رام میشه، و بیاد اینو کلا عوضش کنه به یه چیز دیگه. و اگه ما این اجازه رو به برنامه نویس بدیم که مثلا فرض کنیم توی یه تیمی داریم کار میکنیم، یکی به اشتباه بیاد کانتکست رو تو کد عوض کنه، اتفاقی که میفته اینه که مثلا تا الان داشته لانچ همه رو مین ترد انجام میشه، یه دفعه کلا میره روی ترد دیگه، و از این کارا این جنسی بده. و کلا هم کورتین اسکوپ این که شما یه اسکوپی تعریف کن
بگو این اسکوپ همیشه داره رو چه تردی انگار انجام میشه، و بعدش بیا حالا اون اسکوپ های بچه‌ای که تو خودش داره رو حالا بنویس. الان یعنی اون کسی که داره کانسیومر این گته میتونه رو اون کوریتین کانتکست بازم یه جاب پلاس کنه بهش، درسته؟ نه دیگه نمیتونه. در واقع این اینطوریه که داره میگه که شما یه ویو مدلی دارین، هر کی که لانچ توش کال کنه بدون اینکه مشخص کنه توش چه تردی باشه اتوماتیک میاد رو مین ترد انجام میشه، و اون لانچ جابی که داره ریترن میکنه رو میاد یه جا بهش میاد فولد کرده، میاد به این اضافه میکنه به این جابه، که در واقع شما یه جاب دارین که رفرنس تمامی جاب آسندار که تو اون اسکوپ ویو مدلتون داره کال میشه، وقتی که کنسلش میکنین کلا همشون از بین میرن. خوبیش اینه که خیلی چیزتره دیگه، یعنی نیازی دیگه به رفرنس گرفتن و حالا مثل آریکس بیام این دیسپوزبل رو به یه جا اد کنیم و اینا نداره. کسی دیگه سوال نداره؟ با کینوت ساختم این کدارم که از اینتلیجی کپی کردم. دیگه پذیرای مونده ها بکنه سوال بپرسید. معایبی هم داره؟ معایبش هر چیزی نمیشه گفت خوبه یا بده. آره معایب داره. اگه مثلا شما حالا تو سمت اندروید خیلی نیست، ولی مثلا فرض کنین که همون قضیه استریمینگ کردن، فرض کنین که کلی دیتا داره بهتون میاد و این دیتا رو مثلا فرض کنین یه فیلمی داره چانگ چانگ بهتون میرسه و اینو می‌خواید توی تابه حالا یه پردازشی روش انجام بدید. یه اتفاقی که میتونه بیفته اینه که مثلا اونا با یه سرعت خیلی بالایی بیاد و این تابه نتونه همه اینا رو هندل کنه، یعنی یه سریش دراپ شن، که بهش میگن اصطلاحا میگن بک پرشر، که تو خود آریکس هست که میگه اگه یه در واقع یه فرض کنید یه لوله‌ای داریم که یه سری دیتا داره از توش میاد بیرون، اگه اینا با سرعت خیلی زیاد واردشن باز با همون سرعتی که ما انتظار داریم میره بیرون، اگه خیلی کندم میاد باز با همون سرعتی که بخوایم یه جوری منیج میکنه میاد بیرون، و همچین چیزی رو خیلی من هنوز ندیدم تو مثلا کاترین داشته باشه، و خیلی هم برای یوز کیس نزدنش که بگیم میخوایم که یه استریمینگ خیلی گنده باش انجام بدید. و یکم هم چیز توش سخته، اگه بخوایم مثل آریکس اگه بخوایم مثلا فرض کنیم یه دونه باسی داشته باشین، یه ابزرویبلی داشته باشین که یکی بهش چیز میکنه و یکی دیگه میخونه، یه چیزی شبیه باس بخواییم ایمپلیمنت کنی، یکم با این یکم خیلی شیک و پیک نیست میشه گفت. یه سوال، بحث مموری توی مثلا من مموری دیگم ما اگر توی برنامه خوبی توی از برنامه به مموری دیگ بخونیم، بعد یکی بحث همدلگرده داشته، خب شما توی این بس توی این هندل کردن چطوری هندل می‌کنید؟ و اینکه مثلا تو برنامه می‌بینید جایی که پیش‌بینی نکردید ولی اتفاق افتاد، هندلینگ میشه شما چطوری پیش‌بینی؟ با کوروتین منظورتونه؟ یا کوروتین یا کلا اندروید سیستم این چیزی تن. خیلی چیز اینه که خیلی چیز وسیعه، یعنی مثلا نمیشه گفت همه رو این مدلی میشه هندل کرد. همین کاری که اینجا کردیم تا یه حدی داره از مموری لیک چیزا جلوگیری میکنه. اینکه کلا تو کدمون مثلا تو کوروتین گلوبال اسکوپ استفاده نکنیم، همشون مربوط به یه اسکوپ خودشون باشن، باز تا یه حدی میتونه اینا رو انجام بده. یعنی که رفرنس به کلاسایی که قراره بمیرن، ولی اون کاری که داره اون پشتم انجام میشه همزمان باش بمیره، اگه نمیره میتونه باعث مموری لیک شه. یعنی فرض کنین شما داری یه فایلی رو دانلود میکنین و مثلا بهش یه رفرنس اکتیویتی دادی، اکتیویتی مرده ولی رفرنس رو نگردشی، مثلا میشه ویک رفرنس کرد، مثلا کارای این مدلی کرد. بس استرانگ و وینک هم اینجا ما داریم یا نه؟ یعنی مثلا یه چیزی بگیم آقا این چیزی که داره رکوده به اون آبجکتمون استرانگ یا ویکه؟ چون وقتی رو بر همشون استرانگ یه جورایی چون آره چون کلا کانسپتش اینه که شما میگه که شما یه اسکوپی داری که اون اسکوپ میتونه بچه داشته باشه، خب و بچه ها میتونن به پرنتشون دسترسی داشته باشن. چیز نیست که بگیم اگه بچه ها داشتن کارشون رو میکردن پرنت مرد بچه ها کارشون رو بکنن، چون کلا اینجا یا مثلا مفهوم ویک یه چیز برام ویک میبود، این اصلا وقتی از بین میرفت این چیز خود کار نادیده میگرفت و اون بحث میمونه. الان همین هستش، الان با همین تابایی که داره خودتون میتونی هندل کنی، یعنی اون سناریویی که خودتون دوست دارین رو میتونید بهش اضافه کنید. یعنی فرض کنید شما یه اسکوپی دارین که اگه کنسل شد میتونید یه چیز داره به اسم تایم اوت، مثلا فرض کنید یه بچه‌ای دارین داره کارشو انجام میده، میگه اگه 10 ثانیه طول کشید کلا این بچه رو بیخیال شو برو کارتو انجام بده.
مثلا با این جور چیزا میتونی هندل کنی. ادامه صحبت ایشون یعنی اگه ما دیتا حجمی داشته باشیم اینا رو کش میکنه یا همه رو دراپ میکنه تا وقتی حالا بگیم سابسکرایبرش فری بشه؟ منظورتون از دیتا منظورتون مثلا تعداد دیتا زیاد مثلا همون استریمی که گفتین استریم داره خیلی با سرعت میاد ما نمیتونیم رندرش کنیم یا حالا پروسسش کنیم اون قسمت لاجیک ماجرا این پایپلاینی که وجود داره اینو کش میکنه مثل ابزرویبل یا مثل فلویبل دراپش میکنه. این کلا تو همون اکسپریمنتالی که گفتم تو چنلا دارن اینو میزنن که یه سری حالا بافر داره میاد تون هندل میشه. هنوز میگم چون اکسپریمنتاله من حتی یه ماه پیش تا الان یه سری API هاش کلا عوض شده و کلا اینه که باید سب کنیم چجوری میخوان ایمپلیمنتش کنن. حتی شاید اصلا یه همچین چیزی نیاره و اونجا نیاز باشه که شما کلا از آریکس استفاده کنید. اینش کلیاتش اینه. بعد چقدر میشه اپای ریاکتیو با کوروتینا بیاره؟ کلن پارادایم شداست که ریاکتیو نیست در واقع، ولی مثلا من داشتم فکر میکردم که با چنل ها میشه یه سری کارا کرد مثل فلاکس که شما دیتا مدلاتون چنل باشن تو ویو مدل مثلا یه ریکوست بزنید بگید که این دیتا رو برای من مثلا سند کن، بعد اون بره تو بک‌گراند کارشو که کرد تون چنل مثلا پابلیش کنه، حالا دوباره تو ویو مدل یه لیستی از ایونت ها بگیره. و مثلا میشه یه کارهایی مثل فلاکس هم احتمالاً باش پیاده سازی کرد، ولی کلاً کانسپتش اینه که میگه که شما همونطور که دارین کد عادی میزنین همونطور بیاین کد ایسینک هم بزنین که میاد در واقع ساسپند رو معرفی میکنه که میگه اگه فانکشناتون ساسپند بشن یعنی که میتونن یه زمانی اینا استاپ شن یه زمانی استارت شن و همینطوری تو کلاک های سی پی یو اینا اجرا شن. خب یه سوال اینجا اتفاق میفته نه بس من یکم سویفتم با این دارم مقایسه میکنم. خب توی بحثی که ما تو دانلود قدیمتون از تعداد زیاد راحت این توی اینجا اومده گفتی یه مفهوم مینترنت داریم و بعد حالا میایم به تعدادهای دیگه میتونیم پردازش کنیم، درسته؟ نه مفهوم به اسم مینترنت نداریم. اینطوریه که ما یه سری کوروتین داریم، کوروتینا فرض کنین یه سری رانبلن که دارن روی تردی انجام میشن. خب ما این یه مفهوم به اسم استراکچر کانکارنسی معرفی میکنه به این شکل که شما در واقع یه سری اسکوپ داره اپلیکیشنتون انگار که هر اسکوپ داره روی تردی اجرا میشه کلا. خب که حالا میتونه اون اسکوپه بره 10 تا ترد دیگر هم کال کنه ولی خودش به تنهایی داره روی تردی انجام میشه و تو خودش بچه هاش میتونن برن از تریدر مختلف دیتا بگیرن بدن. الان یه مشکل اینجا داره تو بحث تو وقتی ما میایم تو سوی گیم منتلت در نظر میگیره که میگه کارای یو آی تو بذار روی این بقیه کاری که داری انجام میدی داره تریدر دیگه اضافه کن و تریدر رو خیلی محدود در نظر میگیره. چون وقتی تریدر زیاد بشه به مرور زمان چیکار میشه؟ نکتهش همینه دیگه، این ترد نداره مفهوم به اسم ترد که اونجوری میگی نه، یعنی شما کوروتین میگی رو تریدر دیگه. در واقع این اینطوریه که یه سری ترد زنده داره که این تردا یه پولی هم دارن که میاد خود کوروتین با توجه به اینکه سی پی یوتون چجوریه و اینا میاد اون تردایی که داره رو میسازه. مثل آی او ترد نیستا، یعنی ترد میگیم که خیلی عامیانه تر باشه، یه سری دیسپچر داره که میگه کاراتون تو کجاها انجام میشن مثلا مین. بعد این منظورش اینه که وقتی که ما داریم رو مین مثلا کال میکنیم اینطوریه که الان مثلا شما گفتین که یه سری در واقع هی کوروتین بسازیم اینا هی بخوان مموری بگیرن. نکتهش اینه که ما یه سری ترد داریم، تردای زنده و مرده. تردای مرده هم میرن توی یه پولی قرار میگیرن. وقتی که شما میان یه کوروتین انجام میدین این اوتوماتیک میره خودش انتخاب میکنه که اونایی که مردن رو بیاد به این اضافه کنه، در واقع از یه کشی استفاده کنه اینا رو بیاره. یعنی اونقدر میگم مثالش اینطوریه، شما یه فور بزنید توش 1000 تا مثلا ترد نیو کنین و توش یه چیزی رو چاپ کنین و یه کد دیگه بزنین یه فوریش بزنید دوباره 1000 تا توش لانچ کال کنید، اون لانچ ها همشون کال میشن ولی اون تردا بهتون اکسپشن اوت اف مموری میدن چون هی داره ترد ترد میسازه و این تردا میخوان که یه کوری از اون حالا سی پی یو رو اینا رو بیاد در واقع الوکیت کنه و اینا. ولی تو کوروتین اینطوری نیست، در واقع حالا یه جوری خودشون دیزاین کردن که شما وقتی مثلا 100 تا کوروتین دارین که همشون روی ترد خاصین همشون میان یه جورایی تو اون ترد انجام، یعنی کانتکست سویچشون رو خودش میاد انجام میده. بعد یه سوال دیگه هم که میخواستم مواجهت کنم این کلی آرکیتکت داریم، کلی مموری که داریم با وایپر و وایپ اینا چیز میشه میتونه مقایسه بشه یا نه؟ با وایپر هم خیلی چیزیه، مثلا
یوز کیس داریم، آره همونه تقریبا، خیلی فرق خاصی نداره با اون بار. اون چیز موقع اختلافی نداره نه؟ نه، بالاخره یه مدل این که چجوری لایهاتون رو تقسیم کنیم و چجوری لایه های مختلف با هم صحبت کنن و هر مدلی که بخوایم میتونی شبیه هم اصلا در بیاره.